بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم مصطفی محمد و على آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل از شخصیت پیامبر و اخلاق حسنه او صحبت کردیم. گفتیم که شخصیت پیامبر یک شخصیت نیکو و پسندیده بود. لبخند همواره بر لب مقدس پیامبر بود و صورت مبارکشون همیشه متبسم و خندان بود. و وقتی که این مسئله رو بررسی کردیم دریافتیم که هرگاه انسان هر چیزی رو از منبع واقعی خودش دریافت کنه از اصالتهای اونم میتونه بهره‌مند بشه. یعنی گفتیم اگر تبسم پیغمبر، اگر اخلاق پیغمبر در شخصیت او نهادینه نشده بود و تصنعی بود خودش رو نشون میداد، اما در طول زندگی مبارکشون حضرت همواره با این سیره و با این روش زندگی کردن و این نشون میده که اخلاق در وجود او نهادینه شده بود و جزء صفات و ذات اون حضرت در اومده بود و قرار گرفته بود. سهروردی در مورد عشق میفرماید عشق را از عشقه گرفتند. عشقه چی بود؟ عشقه گیاهی بود که اسم اصلیش لبلاب بود. یعنی عشقه را از گیاهی به نام لبلاب، اسمش لبلاب هستش این عشقه، این خودش رو دور یک درخت میپیچونه، مثل این پیچکایی که تو تهران داشتیم که وقتی کنار دیوار قرار میگرفت همجور دیوار رو میپوشون بالا میرفت. دور درخت میپیچید این گیاه، بالا میرفت و بعد از این که به یه حدی از روش میرسید یه خاری داشت در بدنه خودش. این خار رشد میکرد، به داخل تنه درخت نفوذ میکرد. از همه قسمت‌های این گیاه این خار به تنه این درخت فرو میرفت و جان درخت و هستی درخت رو و اون شیره و سمق درخت رو که مایه حیات اون درخت بود میمکید. انقدر این کار رو ادامه میده تا اون درخت رو خشک میکنه و وقتی درخت خشک شد خودش هم دیگه غذایی نداره، منبعی برای ادامه زندگی نداره، اون موقع ناچار خودش هم خشک میشد. اینو میگفتن عشقه. عشق هم از همین دوره گرفتن. تو کتابای ادبیاتی، ادبیات فارسی که مملو از اشعار عاشقانه است، اشارات زیادی شده که عشق یعنی این، یعنی فنا شدن انسان در معشوق. انقدر شیره اون گیاه رو میمکه، گیاه خشک میشه، بعد خودش هم خشک میشه و از بین میره. این عشقه. اما فرق عشق زمینی و آسمانی چیه؟ عشق زمینی و عشق اصیل چه فرقی با هم داره؟ میدونیم که همه پدیده ها در عالم تجسم کوچکی از حقیقت اون پدیده در عالم واقعیت. ما یه مثال زدیم، گفتیم خدا وقتی میخواست بگه من محبت دارم به بنده خودم، چرا انقدر ماهیت محبت حرف میزنیم، از عشق حرف میزنیم؟ چون ماه ماه برکته، ماه ماه عشقه. گفتیم که هر وقت خدا میخواست محبت خودش رو به بندگان مثال بزنه، محبت این گوهر عظیم رو به نام مادر مثال میزد. گفتیم مادر و عشقش رو دیدی به بچه؟ چقدر بچه خودش رو دوست داره؟
شاه عباس به مسئول مهد کودک دربار گفت قشنگترین بچه رو بر من بیار، میخوام ببینم. رفتن یه بچه رو آماده کردن اونجا گذاشتن، دیدن این بچه کچله، چشای این بچه لوچه، دهنش یه طرفش آویزونه. شاه عباس گفت این همه بچه، این همه آدم درباری داریم، این همه بچه تو این مهد کودک دربار هستش، یعنی هم قشنگترینشون اینه؟ بعد گفتم که نه، مثل این که یه مسئلهی هست، یه مشکلی ایجاد شده اینجا. دقت کردن، بررسی کردن، دیدن که این بچه خود همین مربی مهده هر چه کرده بود راضی نشده بود بچه دیگری رو برداره بیاره. از نظر مادر زیباترین بچه بچه خودش. خدا وقتی تو قرآن میخواد مثال بزنه، ببخشید، در روایات، در احادیث قدسی میخواد محبت خودش رو مثال بزنه، محبت مادر رو مثال بزنه. هیچ محبتی بالاتر از محبت مادر نیست. هر کس هم خلاف اینو بگه اشتباه کرده. خب حالا همین محبت تجسم کوچکی از اون محبت بزرگه که خدا به خاطر اینکه ما معنای محبت رو بفهمیم یکمشو به خورد مادر داده و مادر در حق بچه اون رو ادا میکنه. برای عشق هم همین مثال زدن. گفتن اگر میخواهید معنای ببینید، خدا خیلی مهربانه. اگر قرار بود یک سری مسائل رو تو این دنیا برای ما قرار میداد مشابه اون مسئله رو یا کوچک شده و ضعیف شده اون رو به ما نشون نمیداد، ما اصلا درک نمیکردیم. به خاطر همینه که تو تفاسیر و تو بحثایی که در مورد بعضی از مسائل داشتم عرض کردم خدمتتون که اگر خداوند بهشت واقعی رو برای ما توصیف میکرد، ما بهشت رو درک نمیکردیم. به خاطر همین میاد میگه نمیدونم فیها جنات تجری من تحت الانهار. شاید بهشت اینجور نباشه، که قطعا هم با توجه به روایات ببینیم بهشت اینجور نیست، اما بهشت رو اینجوری توصیف میکنه. در اون نهرهای جاریست، نمیدونم در نهر شیری داریم، نهر عسل داریم. اینا تشبیهه که ما بدونیم که به کجا میخواییم بریم، چون اگر اون بهشت واقعی رو برامون توصیف میکرد، ما بهشت واقعی رو درک نمیکردیم. عینه یشربو بها عباد الله، میدونید که عباد الله در اونجا چی مینوشند و چی میخورند و چی میآشامند؟ اینا همه توصیفه، همه مسائلیه که میخواد به ما متوجه کنه که با کی طرف هستید، کجا میخواید برید، از کجا اومدید. خودتون رو مشغول دنیا نکنید. عشق اصیل پس چیه؟ شمه ای از عشق اصیل همین عشقیه که ما انسانها به همدیگه پیدا میکنیم. یه پسری عاشق یه دختری میشه، یا بالعکس یه دختری عاشق یه پسری میشه، بعد هر کارش که میکنه دیگه اون حرف خودشو میزنه، اون منظره ای که با چشم عشق نگاه میکنه اونو میبینه دیگه، اهمیتی برای حرف بقیه قائل نیست. این همون عشقیه که خداوند به ما میگه وقتی میخوای بفهمی عشق چیه به این نگاه کن. اما علمای علم اخلاق این رو به عنوان عشق میپذیرن، اما میگن این عشق عشق حقیقی نیست. چرا؟ چون وجود نورانی و منور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عاشق علی علیه السلام بود، عاشق علی. اما فرق عشق علی و پیامبر و فرق عشق ما انسان ها چیه؟ اینه، وقتی که دوتا انسان عاشق همدیگه میشن، این عشق اختصاصیه، یعنی تو حق نداری عاشق یا حتی نگاه کنی به معشوق من. این معشوق اختصاصیه، مال منه، کسی حق نگاه کردن به این معشوق رو نداره. اما پیامبر اکرم وقتی عاشق علیه، همه رو تشویق میکنه که عاشق علی باشی، همه رو ترغیب میکنه، تشویق میکنه که عشق علی رو در دلهای خودتون بپرورید، که این عشق مایه نجات شماست. حالا این فرق عشق انسان، فرق عشقهای عادی با این عشق الهی است. پس هر چی شما رو به خدا نزدیک کنه و هر مسئله‌ای بتونه فاصله شما رو به خدا نزدیک کنه، اون راه عشق، راه صحیح عاشق شدن.
پیامبر اکرم همواره وقتی که علی رو در حالتهای مختلف میدید، ما روایات مختلفی داریم در ارادت و علاقه رسول اکرم به علی در حالات مختلف، یه وقت میبینه علی از یه جایی رد میشد، پیغمبر در وصفش چیزی میگفت، عملی رو انجام میداد در وصفش چیزی میگفت، آیه نازل میشد در وصف اهل بیت، حضرت در مورد عشق به علی و محبت علی صحبت میکرد. خدا در قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نزدیکترین بندگان به خدا اونهایی که با تقواتر هستن، یعنی راه عاشقی رو میخوای بری باید تقوا داشته باشی. خداوند متعال میفرماید، مستقیم خودش میگه، احادیث قدسی مربوط به خود خداوند متعاله، خداوند میفرماید من طلبنی وجدنی، کسی که دنبال من بگرده منو پیدا میکنه، و من وجدنی عرفنی، و کسی که منو پیدا کنه نسبت به من شناخت پیدا میکنه، و من عرفنی احبنی، و کسی که شناخت به من پیدا کنه علاقه من میشه به من، و من احبنی عشقنی، و علاقه مقدمه عشق، و انسان که به یکی علاقه پیدا میکنه فکر میکنه اون که عاشق یه انسان میشه چجور عاشق یه انسان میشه، یه لبخند، بعضا تو عشقهای حرام یه نگاه نامربوط، یه نزدیکی بیش از حد، یه پا رو از گیریم دراز کردن و بیش از حد خودت دراز کردن باعث یک عشق گناهالود میشه، مثل عشق زلیخا، یه نگاه کرد به یوسف، حرکات یوسف رو زیر نظر گرفت، عاشق این پیغمبر بزرگ الهی شد. پس کسی که علاقه پیدا کنه عاشق میشه، و من عشقنی عشقتو، کسی که عاشق من بشه من عاشقش میشم، اینو خدا داره میگه، حدیث قدسی است، و من عشقتو قتلهو، کسی که عاشق من بشه میکشمش، نه اینکه یعنی سرشو میبرم یا از زندگی ساقطش میکنم، نه، شهد شیرین عبادت و شهد شیرین بندگی رو به اون مینوشونم، انگار که این بنده دیگه مرده، دیگه زنده نیست، یعنی در این عالم مادیات نیست. پس و من عشقته قتله، و من قتله فعلیه دیته، و کسی رو که من بکشم دیهش به من واجبه، یعنی باید یه دیهی پرداخت کنم. حالا دیهی که خدا میخواد به انسان بده چیه به نظر شما؟ یکم فکر کنید، حدس بزنید، خدا ما رو کشته قراره به ما دیه بده، بله؟ بهشت خیلی ناچیزه، هدایت هم مقدمه شه، همنشینی با پیغمبر هم خیلی کمه. حالا عرض میکنم خدمتتون، و من علا دیته و انا دیته، خودم دیش دیگه بالاتر از این میخواد؟ کسی که عاشق خدا بشه خدا میگه من اونو میکشم، و بعد از این که کشتم دیه او بر من واجبه، و دیه او هیچی غیر از خودم نمیتونه پاسخ خوش باشه. همنشینی با خدا این. از پیامبر اسلام پرسیدن مد دین، فرمود الدینو هو حب، دین فقط عشق، هیچی غیر عشق نیست، الدینو هو حب، و عشق یعنی دین. وقتی کسی به دین اسلام مشرف میشه و اسلام رو میاره، این یعنی اسلام رو آورده، ولی هیچ وقت به این نمیگن آدم با ایمان، تا حقیقت دین در دلش جاری نشه و در دلش منزل نکنه و خونه نکنه به اون مسلمان نمیگن، به اون فقط میگن اسلام رو، ببخش مسلمان میگن اما با ایمان نمیگن. قرآن میفرماید و قالت الاعراب آمنا، عربا اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله ما ایمان آوردیم، فورا آیه نازل شد قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، قولوا اسلمنا، به اونا بگو نگید ما ایمان آوردیم، بگید ما اسلام آوردیم،
ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، وقتی میتونید بگید ما ایمان آوردیم که ایمان در دلهای شما قرار بگیره. این که ما میگیم عاشق اهل بیت هستیم، ولی وقتی یه آینه بذارن جلو رفتار ما، جلو گفتار ما، جلو کردار ما، بعد بیاییم از اون طرف اهل بیت رو هم بیاریم، رفتارشون و کردارشون و گفتارشون رو بیاریم، با گفتار و کردار خودمون بذاریم کنار هم، تا چند درصد ناچیز هم مثل اونا باشه رستگار میشیم. اما بسیاری از ماها اینجور نیستیم و خلاف اهل بیت و خلاف مکتب اونها و مشی اونها حرکت میکنیم. انشاءالله خداوند همه ما و همه اونهایی رو که به نحوی عاشق اهل بیت هستن به راه اهل بیت هدایت کنه. پس اسلام یعنی شهادت و اقرار با زبان، پذیرش اصول دین و احکام و ظاهر. اما ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی اینکه اون اسلام در قلب تو حقیقتا جا باز کنه و از زبانت به قلبت جاری بشه. اون موقع خواب تو میشه عبادت، حرف زدنت میشه عبادت. وقتی انسان حقیقتا با خدا شد، حقیقتا ایمان در قلبش جاری شد، همه کارش عبادت، همه کارهای او عبادت. حتی وقتی که انسان داره کارهایی رو انجام میده که از نظر ما خنده‌دار هم هست، میگه این چه ربطی به عبادت داره؟ اما اینطور نیست. میگم خورده نگیرید از من، بعض وقتا مجبور میشم به سری حرفا رو بزنم. یه صلوات بخونم. محمد پس با توجه به آیه بالا و روایاتی که عرض شد، جای ایمان در قلبه و قلب محل عشق و محبته، و وقتی ایمان به قلب وارد میشه مهر و محبت ایجاد میشه. حالا همه این حرفا رو زدیم برای اینکه ما وصل بشیم به منبع عظیم عشق، یه نردبان لازم داریم، یه پله لازم داریم، یه چارپایه لازم داریم، بریم به اون وصل بشیم به منبعش. اون نردبان و پله و چارپایه ما باید چی باشه؟ کجا میتونیم اون رو پیدا کنیم؟ اون ریسمان مطمئن کجاست که ما میتونیم چنگ به اون ریسمان بزنیم به هدایت بشیم؟ مصداق اون رو پیغمبر برای ما روشن کرده و فرموده است. گوش بدید، ببینید من بعضی وقتا یه روایات خیلی کوتاه میارم، مثلا میگم الدینو هو حبون والحب دینون، اینو دیگه یادتون نمیره، هر جا خواستید بگید بگید. یه روایت کوتاه دیگه در این زمینه هست، پیغمبر میفرماید، میفرماید حبی، مگه اونجا نگفت الدینو حبون؟ دین یعنی عشق. حالا عشق چیه؟ به پیغمبر میگیم یا رسول الله به ما گفتی عشق، حالا عشق برای ما توضیح بده، عشق یعنی چی؟ پیغمبر میفرماید حبی و حبی و حب اهل بیت. عشق یعنی حب من و حب اهل بیت. اگر میخواید عاشق خدا بشید، اگر میخواید اون کوتاهی در اعمالتون نادیده گرفته بشه، اگر میخواید قصور در عباداتتون نادیده گرفته بشه و کوتاهی در عبادات و کمی عبادات ما و قلت عبادات ما پذیرفته بشه، ناچاریم که یک ریسمان داشته باشیم و نزدیکترین و مطمئنترین اونها محبت به رسول الله و اهل بیت رسول الله. این خیلی مهمه. ما شیعیان یک پله از همه جلوتریم. تا اسم ابا عبدالله میاد عشق در چشمان یه سری حلقه میزن. اونایی که عشقشون بیشتر، محبتشون بیشتر، عشقشون جاری میشه. عشق به حسین عشق به همه خوبی هاست و به همه نیکی هاست. خوشا به سعادت شما شیعیان که در مکتب ابا عبدالله الحسین هستید و عشق حسین در سینه های شماست. این عشق کم سرمایه نیست. اگه خدا توفیق بده قبل از شبهای قدر من برنامه ای داشته باشم، سخنرانی داشته باشم، میخوام یک جلسه در رابطه با مراتب عشق براتون صحبت کنم که ما چند تا مرتبه تو عشق داریم. گریه بر ابا عبدالله یه مرتبه نداره، 12 مرتبه داره. ما 12 مرتبه داریم تو یه عشقی که میدید. فقط یک پیش زمینه به شما بدم،
کسی که دلش میشکنه تو یه مرحله است، کسی که اندوهگین میشه تو یه مرحله است، کسی که عشق در کنار چشماش جمع میشه به حلقه میزنه تو یه مرحله است، کسی که عشقش بیرون میاد یک مرحله است، کسی که عشقش جاری میشه یه مرحله است. همه اینا مراحل و مراتب عشق بر ابا عبدالله الحسین که همش روایت داره و در روایات متفاوت این مراتب رو گفتن. خوشا به سعادت شما. انشاءالله خداوند، یه روایتی داریم الان یادم اومد، حضرت آیت الله بهجت می‌فرمودند که عشق نعمتیه که از آسمان میارن و تقسیم میکنن. عشق نعمتیه که از آسمان میارن تقسیم میکنن. یعنی بدون اونی که در مجلس ابا عبدالله در مجلس عزای اهل بیت عشق میریزه، اون عشق مال خودش نیست. اون عشق رو بهش دادن و او عشق میریزه. این سرمایه بزرگی. رشته‌ای برگردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه بوست. اگه ما بخوایم عاشق بشیم، مراتب عشق رو و مسائل عشق رو، مقدمات عشق رو که نگاه کنیم، یواش یواش وارد این وادی میشیم. یهودیای مدینه 600 سال قبل از بعثت پیامبر از نواحی فلسطین و شام کوچ کردن رفتن مدینه، رفتن یثرب. برای چی؟ اونا در کتابای خودشون خونده بودن که شخصی در این منطقه به رسالت مبعوث میشه. عشق هم بخوای یاد بگیری از یهودیا باید یاد بگیری. عاشقای خوبی بودن، اگرچه آخرش خرابش کردن، اما خوب شروع کرد. 600 سال قبل از پیغمبر اومدن در مدینه ساکن شدن به عشق این که رسول آخر زمان رو ببینن، و بعدم که دیدن اون اتفاقات افتاد. این به خاطر اینکه مقدمات عشق درست پیاده نشده. میخوام یه عاشق واقعی بهتون معرفی کنم. صلوات بفرستید. اویس قرنی شخصیتی بود که ساکن یمن بود. اکثر شما داستان اویس قرنی رو شنیدید، ولی شاید به این نحو که من بیان میکنم یا کمتر خونده باشید یا کمتر شنیده باشید. این انسان عجیب و با ویژگی هایی که داشت و انسان رو به حیرت میندازه در یمن زندگی میکرد. هیچ وقت پیغمبر رو ندید. ما تا میخواییم داستان عشق عاشقی مطرح کنیم، فوری میریم سراغ لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، فرهاد رو نمیدونم، اون شیرین نمیدونم حالا اون معشوقش کی بود. فوری میریم سراغ عشقای اینجوری و اینا رو معرفی میکنیم. و حالا اینکه دوربر پیغمبر پر آدم عاشق بود، یکیش اویس قرنی بود. اویس هیچ وقت پیغمبر رو ندید، فقط شنید در مدینه کسی آمده و اسلام رو اجرا کرده و پیاده کرده و اعلام کرده. تا شنید مسلمان شد، با یک شنیدن مسلمان شد. اینقدر عشق پیغمبر در سینه این آقا بود که هر روز دعا میکرد خدایا موقعیتی فراهم کن، جور کن تا من برم محبوب خودم رسول الله رو زیارت کنم. و هر بار میمد خدمت مادرش و عرض میکرد مادر جان اجازه بده من خدمت رسول الله برم، اجازه نمیداد. مطیع بود تا اینکه بر اثر اصرار فراوان مادر اویس رضایت داد، اویس حرکت کرد اومد مدینه. از شانس بعد این اویس وقتی رسید به مدینه، پیغمبر اون روز مسافرت بود، مادرش هم یه شرطی گذاشته بود، گفت من راضیم تو بری پیغمبر رو ببینی، ولی وقتی رسیدی مدینه بیشتر از نصف روز حق نداری بمونی، یعنی اگه صبح رسیدی مدینه زور باید برگردی. ایشون هم گفت چشم، حرکت کرد اومد مدینه. از شانس بعد اویس پیغمبر در مدینه نبود. تا زور موند که پیغمبر رو زیارت کنه، دید فایده ای نداره، بعد خداحافظی کرد، حرکت کرد، برگشت اومد. پیامبر میفرماید بالاترین چیزی که بنده رو به خدا نزدیک میکنه، افضل ما یتقرب به المتقربون طاعت الله
و طاعت الرسول، حب الله و حب الرسول و حب اولو الامر. اولو الامر جناب اویس اینجا مادرش بود، اطاعت کرد از مادرش برگشت رفت، ولی پیامبر رو ندید. پیغمبر که برگشت فرمود من یک نوری میبینم. وقتی یه چوپان میتونه در رو بزنه وارد بشه و عشق رو اینجوری تعبیر بکنه و عشق رو اینجوری بر ما معنا بکنه، به طریق اولا ما هم میتونیم، منتها همت بلند میخواد. پیغمبر اومد و فرمود من یک نوری میبینم. پیغمبر خودش نور عالمتاب بود، همه جهان از پرتو او متحیر بودن، اما یه چوپان باید چقدر نورانیت داشته باشه که پیغمبر بیاد تو مدینه بگه من یه نوری حس میکنم، این نور کیه؟ خداوند در کلام الله میفرماید یهد الله لنوره من یشا، هر کس در طریق ما قدم برداره من نور الهی رو در قلب او میتونم. مؤمن خود به خود و فی نفسه مردم دوستش دارن و تو قلب مؤمنین دیگه و تو قلب مردم قرار میگیره. پیغمبر میفرماید من یه نوری میبینم، این نور نور کیه؟ و در جای دیگر میفرماید من بوی رحمان و خدا را از یمن استشمام میکنم. ای اویس، من چقدر مشتاق تو هستم. این یه عاشق پیغمبر بود، هرگز هم پیغمبر رو ندید. وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، بعد اویس وارد مدینه شد، این اصحاب پیغمبر بعض وقتا که میخواستن به اویس بگن تو پیغمبر رو ندیدی، از ما پایین تری، به اویس میگفتن تو که پیغمبر رو ندیدی. اویس گفت شما که پیغمبر رو دیدید، من یه سوال میکنم ازتون. پیغمبر در جنگ احد دندانش شکست، کدوم دندون پیغمبر شکست؟ همشون گفتن ما نمیدونیم، فقط میدونیم دندون پیغمبر شکست، اما کدوم دندونش رو نمیدونیم. اویس گفت همون لحظه و همون ساعتی که دندان پیغمبر شکست، همون دندان من چنان آسیبی دید که من متوجه شدم که محبوب من مشکل پیدا کرده. این تلپاتی که بین اویس و پیغمبر بود، علم هم امروز اینو ثابت کرده که میان کسی که عاشقه و کسی با معشوقش یه تلپاتی خاصی برقرار میشه. خدایا چون فرصت نیست، من نمیتونم مطالبم رو عرض کنم خدمتون، چند تا مسئله خیلی زیبا آورده بودم که بیان کنم اما به هر حال نشد. خدایا ما را از عاشقان واقعی خودت قرار بده. خدایا عشق به رسول الله و اهل بیت او رو که مقدمه عشق به خودته، در دلهای ما و در نسل ما قرار بده. خدایا آنی ما رو به خودمون وا مگذار، شب جمعه از اموات و گذشتگان این جمع رو ببخش و بیامرز، همه مرزا شفای عاجل عنایت بفرما. در این لحظات استجابت دعا خدایا ظهور حضرتت رو برسان، باقی مانده مدت غیبتش رو به خوبان عالمت ببخش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Ah!
و